در ادامه سقوط ارزش ریال قیمت دلار به 5105 تومان رسید. در پی رکورد چکنی بازار ارز یک رسانه باند غالب نظام نوشت حامیان روحانی در انتخابات سال 96 می گفتند اگر رقبایش رای بیاورند قیمت دلار به 5000 تومان می رسد. در پایان سال 96 می بینیم که در دولت وی قیمت دلار به راحتی مرز 5000 تومان را در دیده است. یک کارشناس اقتصادی رژیم نیز اعلام کرد سالانه 18 درصد از ارزش ریال کاسته می شود. وی گفت اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. عمده ارز دست دولت است و دستگیری 500 دلال نمی تواند در بازار موثر باشد. گرامی مقدم از باند مغلوب رژیم درباره اعتراضات مردمی علیه فساد حکومتی گفت اختلاس ها،, ها و فساد های مالی که در نظام وجود دارد باعث شکاف عظیم طبقاتی بین مردم شده است. طبق برخی آمارها بالغ بر چهل و یک میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند و 15 میلیون نفر طبق آمار خود وزارت رفاه مشکلات شدید معیشتی دارند. به افزود: قاعدتا فاصله طبقاتی تحمل ناپذیر خواهد بود و منجر به اعتراضات خیابانی می شود. وی همچنین گفت حتما در سال 97 با آرایش جدید نیروهای سیاسی مواجه خواهیم بود نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان شبیه به چیزی که در حال حاضر هستند نخواهند بود ماموران جنایتکار رژیم آخوندی در مرز کانی زرد سردشت شامگاه دوشنبه به سوی جمعی از کار کولبران زحمتکش کرد آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر جوان در دم جان باخت این کولبر که ابراهیم سلیمانی نام داشت متعهل و دارایی فرزند